درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، یک بار دیگه در خدمتون هستم. امیدوارم که تندرست و شاد باشید. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن که با مهمان فرهیخته‌ای که دعوت میکنم بتونیم که مسائل و مراتب مربوط به ایران رو برای شما عرضه بکنیم. از مهندس فرزاد در اتاق فرمان سپاسگزارم که منو همراهی میکنن، راهنمایی میکنن که این برنامه به خوبی انجام بشه. امروز مهمان عزیزی رو دارم. قبل از اینکه برم به سالن و بهشون خوش آمد بگم، چند تا خبر خیلی سریع خواهم گفت و میریم به قسمت اصلی برنامه که مربوط میشه به نفوذ، بهتره بگم که وزارت اطلاعات در میان اپوزیسیون. ولی قبل از اون هم که درس کردم چند تا مطلب رو خدمتتون میگم که بریم به سالن. چند روز پیش خانم مسیح علی نژاد یک برنامه داشت در CNN که یکی از مهمترین و پربیننده ترین رسانه در دنیا است. این مربوط میشه به زمانی که یک هفته پیش یک آقای جوان 23 ساله‌ای طبق گفته FBI و پلیس و قوه قضاییه هدفش این بود که خانم علی نژاد رو با مهمات و اسلحه‌ای که داشت از بین ببره، که خوشبختانه این کار انجام نشد. بنابراین این مصاحبه CNN مربوط به اون میشد. در این مصاحبه خانم علی نژاد به شدت و قدرتی که تا حالا داشته بود تونست مسئله رو در عرض 7 یا 8 دقیقه به جهانیان ربط بده. چیزی که خیلی ایمپرسیو بود، مهم بود، در آخر صحبتش از تلویزیون خواهش میکنه که اگه میتونه 2 کلمه به فارسی بگه. در اون 2 کلمه به فارسی به سران جمهوری اسلامی، به خصوص به خامنه ای، میگه گورتون رو گم بکنین، برین به جهنم. ترجمهش انگلیسیش میشه go to hell. این قسمتیست که الان شما دارین میبینین. حالا این بسیار گسترش پیدا کرد و امروز آقای جیک سولیوان که در کاخ سفید هست با ایشون در تماس بوده و این نشون میده که رسانه چقدر میتونه اثرگذار باشه در دنیا. ما در همین کانادا که من الان هستم به خاطر همین رسانه هایی که در کانادا به ما کمک کردن تونستیم که مسابقه فوتبالی که قرار بود بین تیم ملی ایران و کانادا باشه با فروش 50,000 صندلی باطل کردن. اینم به خاطر رسانه ها این کار کردن. رسانه ها مجبور کردن که سیاستمداران اون درخواست مردم رو اجابت کنن. این صحبت هایی که من میکنم در این مورد یا مورد دیگه نشون میده که دموکراسی چجوری کار میکنه. حالا من از این فرصت استفاده میکنم و بارها الان این چند روز گذشته بسیار حمله زیادی به خانم علی نژاد شده و این حمله ها در حقیقت در 3 مورد ممکنه باشه. یا کسایی هستن که نفوذی ها هستن که از طرف جمهوری اسلامی این کار میکنن، و یا اینکه کسانی هستن که بسیار علاقمند هستن به یک نفر دیگه که آدم نمیدونه حالا کی هست، میدونیم کی هست ولی اسمش نمیبریم، که فکر میکنن اگر خانم علی نژاد محبوبیتش بالا بره اون طرف محبوبیتش کم میشه، در حالی که اشتباه میکنن و این باعث انشقاق میشه، اختلاف میشه. و من از این چند روز سالا همش وقتم تلف شده که بخوام بگم که آقا دیگه خانم و آقایون شما اشتباه میکنه. حالا امیدوارم که این ویدیو یا این برنامه بتونه کمک بکنه که بدونن که دارن اشتباه میکنن.
در چند خبر خیلی سریع میرم، چون موضوعی که میخوام راجع به صحبت بکنیم بسیار مهمه. از مدتی هست که جمهوری اسلامی مخالفین حکومت رو در داخل گرفته، خانم ها، آقایون، و این چند روز گذشتم بهائیان رو گرفته، چندین خونه رو خراب کردن به بهانه های واقعا واهی، و این یعنی به مرز جنون داره میرسه جمهوری اسلامی، در حقیقت خامنه ای داره به مرز جنون میرسه. امروز خبردار شدیم خانم ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری رو در زندان ضرب و شتم میکردن، کسی که همه شما حتما راجع به پویا بختیاری میدونین که با تیر تو سرش زدن و کشتنش. خانم سپیده رشنو، کسی که با یک خانم محجبه در اتوبوس درگیر شده بود، پس از اینکه یک هفته ازش خبر نبود به روی تلویزیون آوردنش و ازش اعتراف گرفته بودن و از قیافش و از اون ضربه‌ای که به چشمش زده بود که کبود شده بود معلوم بود که شکنجه شده. امروز خبردار شدیم که به خاطر خونریزی در معده‌اش، به خاطر که توی سینه‌اش اینا زده بودن، مجبور شدن که ایشونو ببرن به بیمارستان. سیلی که الان حدود دو هفته است که داره میاد و هیچ کاری هم برای ملت نمی‌کنن و در حقیقت وسایلی رو ندارن که برای مردم کمک بکنن، ولی میتونن که بهترین وسایل رو برای نیابتی‌هاشون در کشورهای مختلف بگیرن و یا خرج اسلحه بکنن. خبردار شدیم در مریوان دو تا کودک 9 ساله و 13 ساله رو که با پدر مادرشون توی ماشینشون داشتن میرفتن، تیراندازی بهشون شد، ماموران تیراندازی کردن و این دو تا کودک کشته شدن. اینا رو من به صورت خیلی خیلی سریع گفتم و گرده خبرها بسیار زیاد است که بخوایم راجع بهش صحبت کنیم، تحلیل بکنیم، ولی فرصت نیست. اصل موضوع صحبت ما امروز با مهمان هست که میرم به سالن و به آقای جناب کیانوش توکلی درود میگم، سلام میگم خدمتتون، خوش آمد بهتون میگم. جناب توکلی خوش آمدید. منم سلام میکنم به شما و بینندگانتون، در خدمت هستم. بله، اولین بار هست که من جناب توکلی رو در این برنامه دارم و خوشحالم که بینندگان این تلویزیون با ایشون آشنا میشن. جناب توکلی اگه ممکنه در عرض یک دقیقه یا دو دقیقه حد اکثر راجع به خودتون بگین که کیانوش توکلی کی هست، بفرمایید، خواهش میکنم. آره، من تاریخچه طولانی دارم ولی سر چیزا درد نمیارم. من در حداقل در 20 سال گذشته به عنوان یه ژورنالیست، به عنوان اینکه یک وبسایتی رو، یه شبکه‌ای به نام ایران گلوبال رو اداره میکنم و فعالیت من از سال 2001 شروع شد. اون وقت پلتاک بود، اتاق فرهنگ گفتگو رو اداره میکردم، بعد سایت وبسایت ایران گلوبال رو زدم و بعد در 2009 هم شبکه ویدیویی ایران گلوبال هم راه افتاد که تا امروز ادامه داره. سیاستی که این سایت در واقع دنبال میکنه اینه که آزادی اندیشه به معنی واقعی کلمه، عدم سانسور و فراگیر بودن اون. ما بقول چی میگن، دریادلیم، یعنی از چپ تا راست رو پوشش میدیم و هیچ خبری رو سانسور نمی کنیم. در بخش تریبون آزاد همه آزادن که نظرات خودشون رو بدن، به شرط اینکه فقط توهین نکنن و یا اتهام نزنن. البته علارغم این مسائل صورت میگیره. ما یه دیدگاه جدیدی رو آوردیم. شما نگاه بکنید، به اصطلاح اولین بار که اصلا مسئله کامنت نویسی در فضای مجازی در ایران گلوبال بود، اون وقت هنوز فیسبوک و اینا نبود، مثل فیسبوک می نوشتی بلا فاصله می اومد زیر اون مقاله. بر صورت فعالیت من در این حالا در گذشته
فعالیت های متفاوتی داشتم که نیازی نیست. بعد به هر حال ما از نسل 57 هستیم که خب طبیعتاً خیلی هم مورد چیز اتهام هستیم که ما اون انقلاب رو مثلا انجام دادیم. ولی واقعیت اینه که تفکرات من امروز یه تفکرات لیبرال دموکراسی هست و با گذشته چیز یک خداحافظی گنده انجام دادیم. بسیار خوب. برمیگردم به صحبت اصلیمون. یک ماه پیش درست همین روز یک اعلام موجودیت شد برای سازمانی به نام شورای ملی تصمیم. درست یک ماه پیش بود که البته کارهای ابتداییشو در مرداد 1400 یعنی حدود تقریبا یک سال پیش شروع کردن برای تشکیل این سازمان شورای ملی تصمیم که لوگوشو ملاحظه میکنین اینجا. و بعد در این شورای تصمیم که شما ملاحظه کردید 6 اصل در حقیقت اگر بخوام که خلاصه بکنیم 6 اصل داره. من برای اینکه اشتباهی نشه و اون چیزی که اون 6 اصل هست و برای شما از رو خیلی سریع میخونم بعد میریم به برنامه میرسیم، چون این 6 اصل مهم از این جهت که در طول این گفتمانی که ما داریم شما متوجه خواهیم شد که چرا این 6 اصل مهمه. بس اصل 1 هست، گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش های اعتراضی مردم، در پرانتز گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. خیلی روشنه، گذار از جمهوری اسلامی و حق دارین که شما از خودتون دفاع بکنید. 2، حفظ تمامیت ارضی کشور با تأکید بر نظام غیر متمرکز. اینم مشخصه، حفظ تمامیت ارضی و نظام غیر متمرکز. نظام غیر متمرکز میشه ده ها بار راجبش صحبت کرد و نظام های غیر متمرکز مختلف وجود داره و در حقیقت هر جوریش که شما نگاهش بکنین اون مسائل اصلی در مرکز، یعنی ارتش، بانک، پست آفیس، معاهدات بازرگانی، روابط خارجه، زیرساخت‌های مهم کشوری و و تمام در زیر نظر مرکز هست. بنابراین ولی یه مقدار شما میتونید که بیشتر بهشون به استانها قوت بدین یا بهشون اختیار بدین یا کمتر بدین. این یه چیزیست که در اختیار نه من هست نه در اختیار هیچ کسی. اون مجلس مؤسسان خواهد بود که این تصمیم رو میگیره با توجه به شرکت تمام آحاد نماینده های آحاد مردم در مجلس مؤسسان. اینا رو گفتم که یه وقت خدای نکرده دیگران اینو تعبیر دیگه نکنن. اون شرط دیگر هم خیلی سریع ازش میرم برای اینکه نیازی به توضیح نداره. جدایی دین از حکومت که همه راجبش اعتقاد داریم. فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. 5، تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی. این خیلی مهمه، تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی، در پرانتز تعیین نوع حکومت با آرای مردم. یعنی من نه جناب توکلی نه مهندس فرزاد میتونه تصمیم بگیره، این تصمیم مردمه. 6، اجرای کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن با تأکید بر حفظ محیط زیست. محیط زیست رو مخصوصا اضافه کردن برای اینکه در حقوق بشر یک کمی کمرنگه. در پایان گفته میشه که این کامل نیست، میتونه چیزهای دیگه هم بهش اضافه بشه. این نشون میده که
این سازمان سازمان پروگرسیوی هست، پیشرفت میخواد بکنه و مردمی هست. این تمام این شش شرطی که گفته شد به نظر من بهترین شرایطی هست که بتونیم حد اکثری رو جلب بکنه، این سازمان حد اکثری رو جلب بکنه به خاطر اون هدفهایی که در پیش داره. پس از اینکه این اعلامیه موجودیت آمد بیرون، اینجاست که من از آقای توکلی میخوام که گویانه رو بگیره و من کمک بکنه برای ادامه کار، برای اینکه چند تا ایمیل اومد و اجازه بدم که جناب توکلی شما اگر میخواین بفرمایید، گویانه در اختیار شماست. خواهش میکنم. ببینید موضوع این شش اصلی که مطرح کردین، خب تقریبا اکثر سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی کم و بیش به این رسیدن. چیز عجیب غریبی نیست. چیز عجیب غریب زمانی بوده که شما فکر کنم اول ژوئیه این شورا رو در واقع بیانیه‌شون رو علنی کردیم، ولی 9 روز بعد یک مقاله اومد از علی تهران نیا، فکر کنم در 9 ژوئیه، درست 9 روز بعد، و به شدت و به شکل کینه‌توزانه‌ای شروع کرد به خراب کردن این شورا. من اول اینو بگم، من به دلیل اینکه یک ژورنالیست هستم به خودم حق نمیدم که برم عضو یک حزب سیاسی بشم. من هم مثل بقیه فعالین سیاسی از طریق اعلامیه تأسیس شورا با اطلاع شدم، بنابراین هیچ رابطه خاصی ندارم. ضمن اینکه بسیاری از دستندرکاران این شورا رو از نزدیک میشناسم و بعضی ها رو گفتم که به قول مذهبی ها حاضرم پشت سرشون نماز بخونم، انقدر به پاکی اونا اعتقاد دارم. اما این مقاله‌ای که اومد و شروع کرد به تخریب و من متوجه شدم که این علی تهران نیا باید یک آیدی فیک باشه. زدم تو گوگل دیدم تعداد مقاله اومده و همه مقالاتش هم علی اپوزیسیون بود و هیچ کسی به نام علی تهران نیا وجود خارجی نداشت. اون چیزی که به اصطلاح ذهن من رو گرفت این بود که منتشر کننده آقای عبدالستار دوشوکی بود که خودشم بعدش در اون نامه فحش‌نامه که به بنده نوشته تایید کرد که آره من این مقاله رو گذاشتم و تیزتر و تندتر از تهرانی علی تهرانیا علی شورا گفتم. خب بعد از اون تا به امروز 11 تا مقاله اومد که من جمع زدم دیدم 5 تاشو در واقع دوشکی نوشته، 11 6 تا دیگه‌اش رو سایر اعضای شورا که نمیدونم بودن به 200 نفر چقدر امضا کننده میرسید چیز کردن. یعنی یک نفر 5 تا مقاله نوشت علی شورا، بقیه اعضای شورا فقط 6 تا مقاله نوشتن که در سایت ایران گلوبال اومد. مسئله دیگه که بود این مقاله علی تهران نیا خب ذهن من رو گرفت و با افشین هم صحبت کردم، یعنی با جناب افشین جا، و گفتم ببین من وقتی که زیر این مطلب اون چون بخش کامنت داره نوشتم آقای علی تهرانی شما هیچ وجود خارجی نداریم، به نظر من شما فیک هستین، شما در واقع دستگاه اطلاعاتی رژیم شما رو مأمور کرده که با این اسم بیاییم بزنیم. 10 دقیقه نشد آقای افشین، 10 دقیقه طول نکشید دیدم ایمیلش اومد که آقا من توی ایران امروز، توی گویا نیوز، توی اخبار روز، توی نم فلان فلان فلان، پیک ایران، من همه جا دارم، مگه حتما میخواییم من یه دونه عکس بفرستم؟ خب من خیلی دوزاریم افتاد که این داستان خیلی بوداره، چون بعد از 10 دقیقه بعد از من خواست که این ایمیلشو من توی زیر مقالش چاپ کنم. بعد خطشی که دیدم که خب خطش آشناست، یعنی چون روز بعدش هم آقای دوشکی عین همین مقاله رو
نوشت با یه مقدار بالا پایین. حالا چون آقای دوشاکی نیست، من نمیخوام برم روی ایشون، بلکه میخوام بیام یک دستگاه نفوذ نرم رو به بینندگان شما تشریح بکنم که بگم این دستگاه اطلاعاتی رژیم چگونه عمل میکنه، استراتژیش چیه، تاکتیکش چیه، شگرداش چیه. اگه ما این رو ندونیم اون وقت میمونیم که چرا الان 43 سال هست همه میگیم اتحاد ولی همه علیه هم هستیم، در صورتی که نسل من یعنی نسل 57 یه استراتژی داشت، همه علیه همه با هم علیه دیکتاتوری مثلا شاه. ولی حالا چرا نمیشه؟ چرا الان همه علیه دیکتاتوری خامنه ای نمیشه که خامنه ای میلیون بار بیشتر از هر دیکتاتوری در دنیا ظلم کرده؟ ببینید همین امروز به اصطلاح نامه آقای علی خامنه ای علی بهایا رو حتما تو شبکه‌های اجتماعی دیدی که گفتن اینا نجسن، حتی رطوبت هم میتونه این نجاست رو به شما منتقل کنی در قرن 21 چنین چیزی. بنابراین ظالمترین رژیم دنیا چرا برپا هست؟ چرا این همه ما شعار میدهیم اتحاد رمز پیروزی؟ چرا همش داریم با همدیگه درگیر میشیم؟ حالا اگر ما این دستگاه اطلاعاتی رو نشناسیم، تئوری های اون رو ندونیم، استراتژی اون رو ندونیم، و تا ابد هم همین وضعیت است. شما در نظر بگیرید طبق خوشبینانه ترین آمارهایی که امروز میدن تحلیلگرها یا کارشناسای سیاسی، میگن آقا جان رژیم فقط 15% آرای مردم رو داره یا حمایت مردم رو داره، که ما میدونیم بخشی از اینا خودش اون سیستم کارمند و پاسدار و بسیجی و اینا رو هم بگیره خودش 1 میلیون اینا میشن، دیگه 2 میلیون دیگه هم نیروهای چیز میشه. یعنی 15% در مقابل 85% مردم ایران که مخالفن، به شدت مخالفن، کم مخالفن، نفرت دارن از این رژیم. از اون ور ما نگاه میکنیم که اپوزیسیون ایران گسترده ترین اپوزیسیون در سطح جهان، یعنی شما در هیچ کشور دیکتاتوری به اندازه اپوزیسیون ایران این همه متنوع، این همه تشکیلات، این همه چه به لحاظ عددی چه به لحاظ کمی و کیفی هستیم. ولی چرا تا یک عده میان میتونن برن توی این غرب، ما میدونیم آقای افشین من شما میتونیم بریم کار کنیم پول در بیاریم، اصلا بگیم گور پدر سیاست کرده، خب میتونیم بریم ویلا بخریم، زندگی بخریم، چرا میاییم مثلا اینجا که همش اعصاب هم دیگه رو خرد کنیم؟ حالا برگردیم روی به اصطلاح این استراتژی دستگاه اطلاعاتی. ببینید استراتژی دستگاه اطلاعاتی بر مبنای اختلافات موجود در درون اپوزیسیون استواره، یعنی ماها رو قشنگ میشناسه، مطمئن بشه آقای جم هم برای تو یه دونه پرونده درست کردن، هم برای من یه درست کردن، عکس منو گذاشتن، اسم رو گذاشتن اونجا، بعد نقاط مثبت و منفی رو میزنن، نقاط ضعف، نقاط قوت، کجا زندگی میکنه، چیکار میکنه، چجوری میشه، چه کسایی بهش نزدیکن، چجوری میشه این رو تحت تاثیر قرار داد، همینطور مثلا شما و دیگران رو. و من داشتم با یکی صحبت میکردم، یکی میگفت که حتی برای یک سری فعالین درجه یکی سیاسی یه آدم تعیین شده. مثلا میگفت برای آقای علیرضا نوریزاده، حالا کار نداریم با نظراتش موافق باشیم مخالف باشیم، یه آدم انتخاب کرده بودن که قشنگ روزانه اینو دنبال میکرد، تمام مقالات رو میخوند، بعد مقالات اون رو نقد میکرد و میفرستاد توی یه ایمیل لیستی از مخالفین که اونجا با حرفای رکیک و لومپنی هم اینو توهم میکرد، ولی اتفاقا جاهای سوراخهای اون مقاله رو میگرفت، تناقضاتش رو میگرفت، تحلیل میکرد، میداد اونجا. بعد این مقاله میرفت توی قسمت پخش نفوذ نرم. من نفوذ نرم رو
با نفوذ فیزیکی یا نفوذ کلاسیک میخوام یه توضیح کوچیکی بدم با اجازتون. ببینید، همه ما چند ماه گذشته با اسم مهداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی و اون کارمند دیپلمات سفارت بلژیک به نام اسدالله اسدی حتما به گوشمون خورد. ببینید، اینها رو عارفانی 5 سال زندانی بود، شاعر بود، نویسنده بود و اصلا یه چهره برای خودش درست کرده بود، رئیس یک سازمان حقوق بشر بود، عضو مجاهدین بود. اون امیر سعدونی و نسیمه نعامی هم اینها درست بغل دست مریم رجوی بودن. مثلا همین امیر سعدونی غذا میخرید میآورد برای اعضای شورای مجاهدین، شورای رهبری مجاهدین، اینقدر اینا نزدیک بودن و یه همچین کاری کردن. هر کدوم از اینا نزدیک 10 سال، مثلا فرض کن نسیمه نعامی 10 سال، از 2007 وارد چیز شد، اومد اروپا و به عنوان هوادار مجاهدین، اون هم امیر سعدونی که مجاهد قدیمی بود رو این کار کرد، یعنی نسیمه زنش روی شوهرش کار کرد و اون رو به تدریج آورد به طرف دستگاه اطلاعاتی. مرداد عارفانی هم که از ایران بوده و جالب اینه که به اینها نزدیک 1 میلیون یورو پول داده بودن که فقط از تو خونه مرداد عارفانی 275,000 ایورو کش پیدا کردن. اینه نگه دارین. بعد معلوم شد که اینا قرار بود که وقتی که منفجر میکنن که فرار کنن بیان ترکیه و برنامه بود که خود دستگاه اطلاعاتی اینا رو بکشه که دیگه هیچ چیزی از اینا باقی نمونه، یعنی اعتماد نداره، برای اینکه فکر میکنه فردا ممکنه عارفانه یا فلان بیان افشا بکنن. به این میگن نفوذ نرم و نه نفوذ سخت یا نفوذ فیزیکی. ولی در نفوذ سنتی فقط برای کشتنه، یعنی میخوان مثلا اگر کسی رو ترور بکنن مثل خانم مسیح علی نجات، اون نفوذ به صلاح همون سیستم سابقه. ولی الان شبکه‌های اجتماعی که وجود داره، همه ماها وقتی جلسه میذاریم، جلسمون علنی میذاریم، لایو میذاریم، دیگه همه معلومه که به روی چی اختلاف داریم، روی چی توافق داریم، کی با کی دعوا داره، همه چیزای ما روه. یعنی ما در خانه شیشه ای زندگی میکنیم و دشمن خیلی راحت وارد این خونه شیشه ای شده و بر اساس گسل هایی که وجود داره، اختلافات در درون سازمان های سیاسی، جبهه ها و مخالفین، یه چیز عادیه باید باشه. هیچ کجای دنیا اینجوری نیست که دو قطبی باشه، یه طرف رژیم باشه یه طرف همه اپوزیسیون، یه جور فکر نمی کنن که ما کشور بسیار متنوعی هستیم. اگه ایران رو بشناسیم که خیلیمون نمیشناسیم، خیلی ما هیچ کجا ایران رو نرفتیم و نمیدونیم که ما با یک کشور واقعا رنگارنگ و زیبایی طرف هستیم. بنابراین اونها میان روی به اصطلاح گسلها و اختلافاتی که هست مانور میدن، یعنی آدمهای مارمولکی رو تربیت میکنن و اینها رو میارن تحت اینکه شعارهای خیلی تند میدن علیه رژیم، علیه مثلا کافیه که مثلا همین بیانیه که شما دادید چیز عجیب غریبی نبود، فقط روی یه بند دوش یه مقدار اختلاف داشتن. خیلی هم میگفتن آقا ما قبول داریم مثلا تمامیت ارضی رو، ولی بهتر بود مثلا عدم تمرکزش رو یه بند اضافه میکردی. روی بقیه چیزا حرفی نشون گفتن، پرچم آوردن، گفتن شیر خورشید شیر خورشید آوردن، در صورتی که خود این آدمایی که مثلا آقای علی تهرانی ها فیک، از معلوم نیست این کیه، من میگم وزارت اطلاعاته، من میگم عنصر نفوذیه، یا مثلا آقای دوشوکی مگه هیچ وقت پرچم سرنگ گذاشت جلوی خودش صحبت کرد؟ کسی دید؟ ندید. خب حالا ممکنه بعدا بیاره، ولی حالا تا حالا نیومد. یعنی که مثلا فرض کن پشت سر خودش نقشه ایران بذاره، بعد
قشنگ دریای خزر و فلان. ببینید اینا همه باناز. ببین اوائل دستگاه اطلاعاتی بیشتر بر مبنای همون سیستم ساواک بود، ولی به تدریج دستگاه اطلاعاتی ایران رفت به طرف دستگاه و تئوری و استراتژی دستگاه اطلاعاتی روسیه. ببینید هدف دستگاه اطلاعاتی روسی که ایران هم از اون کپی گرفته، پخش مداوم اطلاعات نادرسته، گیج کردن مردمه، قانع کردن هواداران حزب اللهی خودشونه و تشدید و سوء ظن در بین اپوزیسیونه. یعنی میخوان به گونه این بی‌اعتمادی رو چنان تسریع بکنن که دیگه هم اپوزیسیون هم مردم بی‌اعتماد بشن، یعنی ندونن کی راست میگه کی دروغ میگه، و این بی‌اعتمادی باعث بی‌تفاوتی میشه. من فکر میکنم که دستگاه‌های اطلاعاتی نرم جمهوری اسلامی به میزان زیادی تونستن نفوذ بکنن. من نمونه نامه‌ای که ایمیلی که آقای علی تهرانی برای افشین جمع فرستاد خیلی جالبه، یعنی داره اونجا باش کار میکنه که ببین اینا تجزیه طلبن. ببین یکی از شگردهای اینها مسئله اینه که دامن زدن به تجزیه طلبی. کافیه تو یه خورده لهجه مثل من مازندرانی داشته باشی، ای ببین این مازندرانی میخواد جدا باشه. همه ما نگران تجزیه هستیم، ما نگران آینده هستیم و دوست داریم ایران رو، به هیچ وجه نمیخوایم ایران سر سوزنی چیز بگیره. ولی دستگاه اطلاعاتی میاد یک سری رو فریب میده و واقعا هم فریب دادن، یه سری اینجوری فریب میدن، بعد تو عرصه سیاسی هم اینا کار میکنن. ببین همین صحبتی که از مسیح علی نجات مطرح کردی، چهارشنبه های سفید و مبارزه با حجاب اجباری و حجاب بی حجاب، اینا وقتی تر شد یک سری دستگاه های امنیت اومدن با یک سری فعالین سیاسی کار کردن. آقا ما زمین بازی ما نیست حجاب. چرا نیست؟ حجاب قلب خامنه ای، قلب جمهوری اسلامی، ما باید بازی کنیم. ببینید اینا خیلی بازی های ظریفی میکنن. خب گیانش جان خیلی مطالب مهمی رو گفتی. من امیدوار هستم که زمان ما الان 18 دقیقه بیشتر نموده و ما شاید 18 ساعت دیگه بعد صحبت کنیم، ولی من چند تا نکته رو که یادداشت کردم، یکی این که خانوم ونوس ترابی یک مقاله 5 صفحه‌ای نوشتن و مطالبی که آقای دوشوکی نوشتن و از نظر اکادمیک، از نظر دانشگاهی، چون ایشون رشته دکتراشو داره میخونه، برای همین مطالب تجزیه کردن. و این تجزیه تحلیلی که خانم ترابی کردن فوق‌العاده است. توی سایت هست، میتونید ملاحظه بکنید، تو همین سایت شما هست، ایران گلوبال هست، میتونن هموطنان برن نگاه بکنن. دونه به دونه اظهارات ارشوت حضورتون که آقای دوشوکی رو مطرح کردن در اونجا، و بنابراین به عنوان مثال خانم ترابی با جستجویی که کردن ایشون نتونستن پیدا بکنن که آقای دوشوکی دکتر هستن. ایشون به عنوان دکتر پزشک خودشون رو معرفی میکنن، ولی همچین چیزی پیدا نکردن. ایشون در یک سازمان داروسازی کار میکنن و ظاهراً مثل خیلی کسای دیگه که به همدیگه تعارف مهندس و دکتر میکنن، ایشون هم لقب دکتر گرفته. حالا من از این رسانه از ایشون خواهش میکنم اگر که مدرک دکترا دارن برای ما بفرستن که ما بتونیم این موضوع رو در جلسه دیگه ای مطرح بکنیم. در این موضوع به علاوه مطالبی که شما گفتین، بعد ایشون میگن که روی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان هستن. مرکز بلوچستان، مطالعات بلوچستان یک نفره و اونم خود آقای دوشوکی هست. موضوعی که شما اشاره کردین
من جزو یادداشتایی که نوشتم این که آقای دوشوکی اخیراً یا در این سالهای گذشته چندین بار به ایران مسافرت کرد و بعد ما میبینیم که آقای دوشوکی بعد از یه مدت کوتاهی که وجود هست در اجتماع پیداش میشه، یه دفعه یا 5 ماه 6 ماه 4 ماه پیداش نمیشه، دو مرتبه بعد میگرده. بنابراین یک چیزهایی هست که آدم نمیتونه ازش بگذره و این مهمترین چیزی که شما کشف کردین جناب کیانوش این بود که آی پی آقای دوشوکی و آقای تهرانی نیا یکی هست. انشا و املایی که در تمام این مطالب نوشته شده یکی هست. من از مهندس فرزاد خواهش میکنم اون عکسایی که قبلا گذاشتن از سران رسانه و غیره که آقای دوشوکی باهاشون مصاحبه کرده و دونه به دونه آقای کیانوش بتونه راجبش صحبت بکنه که چه چیزهای بدی رو برای این افراد گفته شده و با این وسیله ایشون تونسته برای خودش اسمی جلب بکنه. من نمیخوام کیانوش جان راجب فحاشی که ایشون کرده در برای خانم ترابی در مورد من یا در مورد خودت، چون حرفا بسیار شما به منم حتی به من نگفتی، ولی میدونم که وقتی که شما میگین که حرفای بسیار ناسزاهای بسیار گفته چی میتونه باشه. بنابراین این چیزهایی که من الان گفتم شما میتونین ازش بردارین و بتونیم که مطالب رو باز بکنیم که بینندگان ما بخصوص اپوزیسیون، امیدوارم اپوزیسیون این مطالبی که الان شما چند لحظه پیش گفتین و مطالبی که من گفتم بتونن که اینو موشکافی بکنن و بدونن که چه چیزهایی در کمین ما هست و ما را به جون هم میندازه. شما به درستی اشاره کردین 42 ساله همش انشقاق هست، اختلاف هست و این علتش همین افرادی هستن که این بدون این که ما اصلا شک بکنیم، بدون این که ما شک بکنیم این مطالب رو مطرح کردم. من گویانرم در خدمت شما، ادامه بدیم به فرمایشاتتون. بفرمایید. ببینید، من اول برنامه هم تاکید کردم چون آقای دوشوکی نیست، من به خودم اجازه نمیدم که به اصطلاح ایشون رو مورد خطاب قرار بدم. در مورد علی تهرانی ها میتونم بگم که داستان چیه، اما ولی با این وجود یه سری مسائل هست. به طور مثال آقای دوشوکی نزدیک 10 سال و 4 ماه بود که حساب کاربری در سایت ایران گلوبال داشته و اولین مقاله ایشون در مای ژوئیه 2006، یعنی 16 سال پیش در سایت ایران گلوبال نوشته شد. در طول 16 سال دقیقاً 380 تا مقاله در سایت گذاشته و تعدادی مطالب جنجالی با نام مستعار نیز در علیه اپوزیسیون در به اصطلاح وبسایت منتشر کرد که این اواخر خب ذهن من گرفت، چون یک بار علیه آقای شهرام و همایون خیلی بد نوشت، بعد منتها با اسم مستعار، ولی خب شما فرض کنیم آقای افشینجم اگر یه مطلبی علیه شما نوشته باشه در سایت ما، شما یخی کی رو میگیرین؟ اول میایین مدیر سایت میگه آقا برای چی مطلب علیه من چیز کردی، این دروغه، این فلانه، درست میگم یا نه؟ بنابراین من مجبور شدم چوب بی اخلاقی یا بی پرنسیبی یک چیزو بخورم و برم فوشها رو به تن خودم بمالانم. بعد در این 2380 مقاله‌ای که نوشته شده، بخش بزرگی از اینا رو من دیشب مرور میکردم که در این 380 تا، البته اینو باید داد به یه مؤسسه اینها رو آنالیز بکنن. ببینید، بخش بزرگ این علیه تلویزیون های فارسی زبان مخالف جمهوری اسلامی، مثلا
علیه رادیو فردا نوشته، علیه تلویزیون مناتو نوشته، علیه کانال یک چهارم همایون نوشته، علیه تلویزیون میهن نوشته، علیه تلویزیون کلمه نوشته، علیه بی بی سی که خودش بارها توی بی بی سی مصاحبه کرده نوشته، و علیه ایران اینترنشنال بیشترین حساسیت داره. ما میدونیم که این جمهوری اسلامی از زمانی که مسئله ایران اینترنشنال طرح شد داره دیوانه میشه، یعنی اصلا نمیدونه چیکار بکنه، برای اینکه یک بودجه کلانیه که من میگم دستشون درد نکنه، هر کی میخواد بده، عربستان میخواد، اصلا یه جنی اون طرف سیاره دیگه داده باشه. مهم اینه که این خروجه های این تلویزیون اینترنشنال چیه؟ به همه میکروفون میده، برای هر اجلاسی که در سراسر کره زمین در رابطه با ایرانیا و علیه جمهوری اسلامی است، اونها دو تیم سه تیم میفرستن. مثلا به طور نمونه در جلوی دادگاه حمید نوری، خب من دو بار سه بار شرکت کردم، بار دوم نزدیک باور کنید 20 ژورنالیست برجسته ایران اینترنشنال بود، بی بی سی بود، رادیو فردا بود، زمانه بود، خود من بودم، خیلی ها اونجا اومدن دوربین رو گذاشتن با ده ها خبرنگار، و این جنایت عظیمی که در سال 67، یعنی در عرض دو ماه 4250 نفر رو طبق صحبت های آیت الله منتظری در خاطراتش نوشته بود، 4250 نفر رو با سه تا سوال، مسلمان هستی، سر موضع هستی، آیا به مارکسیست هست، اینا رو گرفتن اعدام کردن. خب این اصلا دیگه فراموش شد. یکی از این یادم میاد یکی از این اصلاح طلبا اینا میگه بابا ول کنید دیگه، حالا یه عده کشته شدن دیگه، همچین میگفت. یه عده‌ای که اصلا این نمیفهمید، یک خانواده هفت نفری رو اعدام کردن، خانواده های زیادی رو از بین بردن. ببین کی تونست اینو میلیونی بکنه؟ تلویزیون های پرقدرت که الان به نظر من پرقدرت ترین رسانه و بیشترین مخاطب رو الان ایران اینترنشنال داره. حالا این چنان کینه ای به ایران اینترنشنال داره، بفهمین کسی که کینه اینجوری داره، این عامل، این نفوذیه، این داره حرف اون ناله علی خامنه ای رو میکنه که دیگه نمیتونه تحمل کنه، اینترنت رو ضعیف کرده، ماوراها میاد، رادیو میاد. به هر حال این هست. بعدش هم میبینیم که مثلا علیه یک سری آدمایی که واقعا خوشنامن، مثلا خانم مهرنگیز کار بهش میگه که یک مقاله تون بنویسه علیه اون که این اصلاح طلبه، نمیدونم فلان، در صورت اینجوری علیه رضا پهلوی، علیه شورای مدیریت گذار، علیه قبنوس، علیه شورای ملی تصمیم، علیه کنگره ملی ایرانیان، هر جایی که چهار تا آدم جمع میشه اینا میان می نویسن. خب به نظر من یک تیمی که گزارش میگیره از همه شبکه ها، میدن یک سری تحلیلگرن، اینها میبرن توی بازار، یعنی مثل یه دستفروشی هایی که از قبل آماده کردن، سبزی ها رو شستن، دستبندی کردن، میارن اونجا به خورد مانده. هدفشون هم اینه که همه علیه هم بشه، تشدید بشه. وگرنه مثلا این مثلا یکی از اتهاماتی که به من زده اصلا واقعا شرم‌آور، تو همین گفته که من پول گرفتم از شورای مدیریت تصمیم اومدم فلان کردم. آخه کسی که من 16 سال براش وقت گذاشتم، خودش هم میدونه من روز 6 ساعت تا 12 ساعت کار کردم، سر کار میرفتم میومدم 3 ساعت 4 ساعت میخوابیدم، کارای این آقا رو انجام میدادم، از هیچ کسی هم پول نمیگرفتم، یه کمک مالی بود، هر کسی داوطلبانه میشد میداد. ببینید فوری برچسبی که ای تو پول از شورای ملی تصمیم گرفتی، ای این تلویزیون ایران اینترنشنال اومد از کی؟ از داریوش خواننده اومد که از حمایت کرده بود از شورا فلان کرد. خب مگر این تلویزیون اینترنشنال مگر از همه
صدای همه نیست، صدای همه بی صداها و با صداها نیست. خب چه اشکالی داره؟ ممکنه تو هم بری بی بی سی صدای تو رو هم پخش کنن، پس باید بگیم آقای دوشکی چون تو بی بی سی صدات پخش کرده پس تو نوکر آیت الله بی بی سی هستی یا نوکر عربستان هستی. ببینید واقعا این اپوزیسیون باید نگاه بکنه بگه آقا جان خروجی یک رسانه مهم هست، نه اینکه حالا پولش کی میده، کی درستش میکنه، آیا خبری میده درسته، تحلیل کارشناسای میاره، کارشناسای خوبی میاره، آیا پوشش میده یا نه، این یا شکل دموکراتیک اداره میشه. من دیگه فکر کنم وقت برنامه نزدیکی. ببینید راجع به بلنگو داشتن خیلی مهمه. من قبل از اینکه شما صحبتتون رو بکنید، من راجع به اهمیت رسانه گفتم و گفتم که 5 دقیقه 6 دقیقه صحبت خانم علی نژاد در سی ان ان باعث شد که از آقای جک سالیوان تلفن بکنه و بگه ما مواظب شما هستیم، به خاطر که اونجا کمپلین کرده بود. این یک مقام مهمیه که فقط این کار رو میکنه. بنابراین اگر این موضوع پیش نیومد مسلماً مطرح نمیشه. اگر شما امروز اینجا نباشید این مطالب مطرح نشه، کسی نمیدونه که چه اتفاقی میفته. من بارها جمهوری اسلامی اگه به من بلنگو بده من میرم صحبت میکنم، ولی به من بلنگو نمیده. کما اینکه عکس منو با آقای چالنگی در یکی از برنامه ها گذاشتن، گفتن اینا طاغوتی هستن. بنابراین پس من چیکار باید بکنیم؟ ما باید چجوری صدامونو برسونیم به مردم؟ بنابراین این یک قسمت هست. حالا موضوع دیگه که برای من مهم هست اینه که جناب کیانوش عزیز بس. شما پیشنهادتون به اپوزیسیون چی هست؟ من یک اجازه بده من یک شکایت بکنم از شاهزاده، و اون اینه که به نام شاهزاده، با عکس شاهزاده، با پرچم شیر و خورشید، باور کنی من روز 10 تا از این فحاشا رو میگیرن که میگن امروز عصر یکی میگه آقا شما مصدقی هستین و تمام عمرتون مصدقی بود، حالا مشکل نیست، حالا مصدقی هستم یا نیستم مهم نیست، ولی فحاشی میکنن. و این فحاشی ها باعث میشه که چی اتفاق بیفته؟ من حتی اگر هم طرفدار شاهزاده باشم خب مسلما بد میشم. من بارها گفتم در این برنامه‌های دیگه هم گفتم که شاهزاده باید بیاد بدون اینکه رو درواسی بکنیم بگه هر کسی به نام من، با عکس من، با پرچم شیر و خورشید بد و بیراه میگه، فحاشی میکنه، اون از من نیست، بلاکش بکنیم. بنابراین من می‌خواستم از شما این 3 دقیقه‌ای که مونده نظر شما بله. بپرسید. آره ببینید، دیگه اولا که من کاملا اعتقاد دارم اینا بر دو دستن، این آدم هایی که هستن، یه سری واقعا همینن، یعنی طرفدار پادشاهی هستن، ولی بخش بزرگترش مخربترش این دستگاه اطلاعاتی، همون ترول های اینترنتی هستن که این کارو میکنن. شما نگاه کنین، شما خودتون رو مثلا در نظر بگیرین، توی یه سالن در تهران یک ساختمان 10 طبقه ای رو اختصاص دادن، بهش ارتش سایبری میگن، جلوی هر کدوم 10-15 تا کامپیوتر و هر کدوم هم 20-30 تا آیدی دارن و با اینها یه جا مجاهد میشن، یه جا سلطنت میشن، یه جا تجزیه طلب میشن، یه جا نمیدونم ضد تجزیه طلب میشن، چپ میشن، راست میشن، اینا بازی رو اینا میچرخونن. ببینید همونجوری که گفتم مسئله سیاست دستگاه اطلاعاتی گمراه سازیه، بی اعتمادیه و اون تئوری های توطئه است. ببینید من یه مثالی براتون بزنم. ببینید دستگاه اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی به اصطلاح سوسیالیستی اون زمان کاگبه اومد یک اطلاعات غلطی راجع به ایدز گفته، این یک سلاح بیولوژیکی طراحی شده توسط سازمان CIA هست. اینو کی طراحی کرده این دروغ رو؟ کاگبه. و در کی؟ در سال 1980. ولی بعد از اینکه شوروی فروپاشید
همون سازمان اطلاعات روسیه که جایگزین کاگبه شد در سال 1992 اعلام کرد که گفت که این یه خبر ساختگی بود ما درست کردیم، ولی هنوز هم در اصحان هست که اینه چیه؟ اینه به اصطلاح آمریکایی درست کرده. همینجوری در مورد واکسن، واکسن اومدن گفتن آقا این در سال 2019 روسا اومدن این خبر رو به دروغ پخش کردن، گفتن که این ویروس رو آمریکایی‌ها تولید کردن، واکسنش هم برای نمیدونم مضر، در صورتی که تمام پروفسورها، تمام رؤسای به اصطلاح دانشگاه ها و نمیدونم ویروس شناس ها و واکسن ها اینا گفتن اثر بخشی واکسن واقعیه، ولی شما نگاه کنید خیلی از کشورها تا 50% مردم واکسن نمیدونن، یک تئوری توطئه است. اینا سعی میکنن دستگاه اطلاعاتی این رو تقویت بکنن و ما واقعا به نظر من این صحبتایی که من دارم میکنم باید یه موضوعی بشه که بین همه نهله های سیاسی بگه آقا ما الان گرفتار این دستگاه اطلاعاتی شدیم. فقط به آقای شاهزاده رضا پهلوی هم بر نمیگرد، یه جنبش اونه، بقیه سازمان ها. ببینید من چند تا نکته رو براتون بگم. دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر اساس یه ضرب مثل روسی که روی همه اسبا باید شرط ببندیم عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد همینجوری که با آقای تهرانی ها با افشین جمع تماس گرفت و اینا تجزیه طلبن، میرن مثلا با یه چپی میگن آقا اینجوریه، CIA اینجوریه، چهار تا مقاله دروغ هم ترجمه میکنن میدن و بعضی هم ازشون گروکشی میکنن، میگن ببین اگر این نگی ما پدر مادرت میگیریم. همینجور در مورد جمشید برزگر خبرنگار بی بی سی بود، پدر مادرش گرفتن گفتن تو باید از بی بی سی بیای بیرون، اون بدبخت اومد بیرون. ببین اینها چقدر فعالیت میکنن برای اینکه تاثیر گذاری. بنابراین به نظر من همه سازمان های سیاسی، رهبران سیاسی از جمله آقای رضا پهلوی مسئولن در مقابل این نفوذ نرم بایستن. بله خیلی ممنون جناب کیانوش عزیز، من خیلی استفاده کردم، امیدوارم که بینندگان ما هم استفاده بکنن و یک کمی دیدشون تغییر بکنه از اون چیزهایی که در رسانه ها میبینن. امیدوارم که باز هم در خدمتتون باشیم، در برنامه های دیگه بتونیم از اطلاعات شما استفاده بکنیم. آقای دوشوکی یا هر کسی دیگه که اسمش اینجا برده شد میتونن که مطالبی که اگه دارن برای ما بفرستن که ما در این برنامه براشون به عنوان اینکه پاسخی اگه داشته باشن در این برنامه براشون بدیم. باز هم سپاسگزارم از جناب فرزاد گرامی، مهندس فرزادم تشکر میکنم که منو راهنمایی کردم با صدای بدی که امروز من داشتم، منو راهنمایی کردم. در هر صورت روز خوشی داشته باشین تا برنامه هفته آینده. جناب کیانوش تشریف داشته باشین، من از شما یه سوال دارم به امید دیدار شما. بله